بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، الهی به امید تو، الهی به امید تو. دستمو بگیر، نظر اشتباه برم جز در خونم، تو بگو کجا برم، بی قرارتم ای همه قرار من. تو بی کسی ها عشق تو تبار من، عشق اول و آخر من، سایه تو رو سر من، ای همه باور من، ای کس و کارم. تو مدیونم به نگات، به همه عاشق کشیات، میذاره دل سر به همات، تو دارم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما رفقای جانم، خدمت همه شما یک درصدی ها، و خیلی خیلی خوشحالم از این که میتونم یک جلسه دیگه با شما صحبت کنم و یک سری از نکات الهی رو به شما عزیزانم منتقل کنم. این جلسه هدیه به عشق شما مردم نازنین ضبط میشه. همین اول کاری یه عذرخواهی کنم به خاطر گرفتگی صدام. میدونید که جلسات متعدد توی هولدینگ تهران داریم، الانم برگشتیم شهرستان، جلسات متعدد داخل کارخونه داریم و یه کوچولو هنجرم نیاز به استراحت داره. همین اول کاری ازتون عذرخواهی میکنم. جلسه امروز رو میتونید برای 7 نفر از عزیزانتون ارسال کنید و هیچ ایرادی نداره، و هر جا نکته‌ای به چشمتون خورد که به درد میخورد برای فالوراتون میتونید اون نکته هم استوری کنید، بازم ایرادی نداره. خب من زود تون سری برم سراغ نکاتی که میخوام بهتون منتقل کنم. نکته اول، در لایو قبلیمون که لایو 4 راز خلق ثروت بود بهتون گفتم، گفتم که باور، احساس، انرژی تبدیل میشه به عمل و نتایج فوق‌العاده در زندگی رقم میخوره. حالا نکته تکمیلی رو بهتون بگم. نکته تکمیلی اینه، هر چیزی که بهتون آموزش میدم باید تبدیل به لایف استایل زندگیتون بشه تا بتونید نتایج فوق‌العاده بگیرید. یعنی باید از سطح خود آگاه منتقل بشه به ناخودآگاه، و فقط با تکرار و هوشیاری شما این اتفاق میفته. یعنی وقتی من میگم شما باید ورودی هاتو کنترل کنی، برای اینکه ورودی هات خروجی هاتو میسازه، این نکته باید اونقدر به صورت پیوسته تکرار بشه که دیگه تو به صورت ناخودآگاه فقط ورودی های مثبت رو ببینی. یه مثال بزنم. مثلا شما از خونه میری سر کار، با چشمت یه دونه اتفاق مثبت میبینی، مثلا یه بچه از پشت شیشه ماشین برات دست تکون میده یا لبخند میزنه، و اون روز 100 تا اتفاق منفی میبینی، از دعوای وسط خیابون گرفته تا تصادف، تا یه آقایی که اخم کرده به یکی دیگه. خب حالا محمد بهت گفته باید ورودی هاتو کنترل کنی و مثبت کنی. خب چه اتفاقی میافته؟ روز بعد که میخوای بری از خونه تا سر کار، جستجو میکنی چه چیزی رو؟ جستجو میکنی اتفاقهای مثبت رو با چی؟ با چشمت. دوباره بگم، جستجو میکنی اتفاقات مثبت رو با چشمت. حالا که جستجو میکنی روز دوم 10 تا اتفاق مثبت میبینی. اگر هر روز و هر ساعت که تایمت آزاده نگاه چی داشته باشی؟ نگاه جستجوگر مثبت داشته باشی، در نهایت میبینی در همون تایمی که از خونه میرفتی تا سر کار میتونی 100 تا ورودی مثبت رو ثبت کنی و ببینی. خب تکرار پیوسته رفتارت
تبدیل شده به لایف استایلت. یعنی لایف استایلت چی شده؟ شده فردی که پیوسته به دنبال اتفاقات مثبت میگرده، اتفاقات مثبت رو میبینه و وقتی ورودی هامون مثبت باشه احساسمون خوبه. احساس خوبم برابر است با اتفاقات خوب. خب این آدم اتفاقات خوب پیوسته در زندگیش رقم میخوره. پس نکته اولی که بهتون گفتم، برگردم به نکته اول، هر چیزی که بهتون آموزش میدم باید اونقدر تکرارش کنین که تبدیل به لایف استایل زندگیتون بشه. و مهمترین لایف استایلی که یک انسان موفق میتونه داشته باشه، داشتن نگاه جستجوگر مثبته. ببین، نگاه یک نوع ورودی به شدت تأثیر گذاره. جستجوگر، تو هر چیزی که جستجو میکنی در نهایت پیداش میکنی و مثبت بیشتری وارد زندگیت میکنه. پس نگاه جستجوگر مثبت، کسی که اینجوری زندگیش روز به روز مثبت‌های بیشتر وارد زندگیش میشه و روز به روز در زندگیش میتواند لذت بیشتر ببره. پس این سه کلمه رو ازت میخوام تا آخر زندگیت فراموش نکنی، در رفتارهات اجرا کنی: نگاه جستجوگر مثبت. مرسی که به نکته اول من توجه کردید. حالا میخوام زود تون سریع برم سراغ نکته دوم. نکته دوم چیه؟ یکی از مهمترین باورهایی که هر انسان باید در خودش بسازه اون باور چیه؟ اون باور توحیدیه. سوال: اصلا باور توحیدی چیه؟ براتون یه دونه مثال میزنم. شما توی یک بیابونی که خشکه گیر افتادین، شما توی یک کشتی که به طوفان زده گیر افتادی، هر جا رو نگاه میکنی همه جا مثل یک متریته، همه جا برابر با نزدیکیته، احساس میکنی به هیچ جا نمیتونی برسی، احساس مرگ میکنی، احساس میکنی لحظات آخر زندگیتو داری سپری میکنی. خب حالا سوال: در اون لحظات سخت امیدت به کیه؟ در اون لحظات سخت چه نیروی امیدواری که نجاتت بده؟ باور توحیدی میگه نه تنها در لحظات سخت زندگی، بلکه در تمامی لحظاتی که در زمین زیست میکنیم امیدمون فقط باید به خدا باشه. باور توحیدی میگه یک نجات دهنده فقط وجود داره، یک قدرت فقط وجود داره، یک آفریننده فقط وجود داره، یک مالک واقعی فقط وجود داره، یک هدایت کننده فقط وجود داره، یک عشق در جهان فقط وجود داره و اون فقط خداست. باور توحیدی میگه اگر شما چیز زیبایی میبینی،
در واقع داری به زیبایی خدا نگاه میکنی، چون همه زیبایی ها برای خداست. باور توحیدی میگه اگر کسی رو دیدی و احساس عشق کردی، در وجود اون آدم عشق خدا رو دیدی و یک عشق در جهان فقط وجود داره و اون عشق خداست. یه متنی بود چند سال پیش در مورد باور توحیدی خونده بودم که چندین بارم تکرار کرده بودم، الان یهو به ذهنم رسید، گفتم که بهتون اون متن رو منتقل کنم. امیدوارم که کلماتشو پس و پیش پیش و پس منتقل نکنم و بتونم اون مضمون رو بهتون منتقل کنم. این متنی که خیلی سال پیش خونده بودم و خیلی دوستش داشتم. متن میگفت به خدا که بسپری حل میشه. خودم دیدم وقتی که از همه بریده بودم، بی هیچ چشم داشتی هوامو داشت، در سکوت و آرامش کار خودشو میکرد و نتیجه رو نشونم میداد که یعنی ببین تو تنها نیستی. خودم دیدم وقتی همه میگفتن این آخر خطه، با اشاره حالی میکرد که به دلت بد راه نده، تا من نخوام هیچ آخری آخر نیست و هیچ آغازی بی اذن من سر نمیگیره. خودم دیدم وقتی همه سعی بر زمین زدنم داشتن، دستای منو محکم میگرفت و منو بالاتر میکشید تا از گزندشون در امان باشم. هر جا که آدمو دوستم نداشتن، اون دوستم داشت و خلأ احساس منو یک تنه پر می کرد. اوست از پدر پناه دهنده تر و از مادر مهربان تر، اوست از هر کسی تواناتر. من کارم رو داخل زندگی به خدا سپردم و خدا هیچ وقت بندش رو ناامید نمی کنه. همون آیه معروفی که میگه مگه من برای تو بنده کافی نیستم؟ چرا؟ کافی هستی. به خدا که همه جوره خدا برای بنده هاش کافیست. من عاشق این متنم که نمیدونم برای کی هست، ولی در درونش باور توحیدی رو داره فریاد میزنه.
همون باور توحیدی که میگه به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. همونو داره میگه. امیدوارم که باور توحیدی براتون اون چیزی که من میخوام کم کم جا افتاده باشه. یکی از مهمترین باورهای توحیدی که هر انسانی باید در درون خودش بسازه چند کلمه خیلی مهمه. این چند کلمه چیه؟ حتما روی کاغذ یادداشت کنید. مهمترین باور توحیدی که در تمامی جهان وجود دارد این چند کلمه‌ای که الان میخوام بهت منتقل کنم. اون باور توحیدی چیه؟ اون کدوم باور توحیدیه؟ اون کدوم چند کلمه که کل باور توحیدی رو شامل میشه؟ اون چند کلمه مهم اینه: الهی به امید تو. رفقای جانم، این باور مهمو در شبانه روز صدها و هزاران بار بگین. اینقدر بگین که به صورت ناخودآگاه تکرارش کنید. نمیدونی زمانی که این باور توحیدی میره در ناخودآگاه شما چه برکات فوق‌العاده‌ای رو برای شما به ثمر میاره. باور توحیدی الهی به امید تو یعنی این که خدایا من روی دونه دونه نفس هایی که میکشم، روی دونه دونه گام هایی که برمیدارم، روی دونه دونه تصمیم هایی که میگیرم، همه امید زندگیم فقط تویی. باور الهی به امید تو میگه که من علاوه بر این که به تو امید دارم، نتایج زندگیمم فقط و فقط و فقط از تو میخوام. و این باور فوق‌العاده است. من کمتر پیش میاد در زندگیم که یه جمله رو سه بار پشت سرم تکرار کنم در یک زمان خیلی کوتاه. ولی همتون میدونید من هر وقت میخوام سخنرانی رو شروع کنم، اصلا فرقی نداره وزیر و وکیل باشه، که از دیدگاه من وزیر و وکیل هیچ فرقی با 1%های نازنینم نداره. و خیلی از جاها 1%های نازنینم برای من ارزشمندتر اصلا قطعا بیشک، بدون اینکه کوچکترین فکری بگیرم بکنم. من همیشه با شما صحبت میکنم، اول صحبتام سه بار میگم الهی به امید تو، الهی به امید تو، الهی به امید تو. این نگاه زندگی محمد بصیریه، وگرنه میتونستم مثل خیلی از جملات یک بار تکرار کنم. من سالهاست دارم این باور توحیدی رو دارم فریاد میزنم، به خاطر همین الان دیگه رفته توی ناخودآگاهم، در شبانه روز بدون اینکه من خودم فکر کنم داره تکرار میشه. و اونجاست که نتایج فوق‌العاده رو در زندگی ما آدم‌ها رقم میزنه. پس ازت میخوام که این باور الهی به امید تو رو از همین امروز بسازی. چه جوری بسازی؟ هر چقدر که میتونی تکرار کن. هر کاری رو میخوای انجام بدی اول بگو الهی به امید تو. ببر در تکنیک تسبیح، روزی 100 بار به مدت 21 روز حداقل تکرار کن. ازت میخوام تا آخر زندگیت این باور توحیدی رو محکم بچسبی و هیچ وقت رهاش نکنی. امروز چون شما عزیزان جانم وقت ارزشمندتون رو گذاشتید که این جلسه هدیه منو گوش کنید، بذارید بازم بهتون باور توحیدی بگم. حتما روی کاغذ یادداشت کنید. یکی دیگه از باورهای توحیدی که باعث میشه در زندگی نتایج فوق‌العاده بگیری اینه، یادداشتش کن: من خودم را به جریان هدایت خداوند می سپارم. جای خداوند می توانی پروردگارم استفاده کنی، که بار معنایی مثبت‌تری برای یه تعداد از افراد داره. من خودم را به جریان هدایت خداوند یا پروردگار می سپارم. این یکی از مهمترین باورهای توحیدیه که در زندگیت می تونه نتایج فوق‌العاده رو رقم بزنه. این باور توحیدی چی میگه؟
یکی این که وقتی تو بارها تکرار میکنی من خودم را به جریان هدایت خداوند میسپارم، یعنی شما این باور در درون تشکیل میشه که خداوند مرا هدایت میکند. خب زمانی که باور هدایت در تو شکل بگیره چه اتفاقی میافته؟ هر چیزی که تو بهش باور داشته باشی و در زندگیت میبینی، یعنی زمانی که باور میکنی که خداوند هدایتت میکنه هدایتهای خداوند رو میبینی، و اونی که باور نمیکنه که خداوند دارش هدایتش میکنه هدایتها هم نمیبینه، داد میزنه خدایا کجایی، و خداوند داره نشانهاشو هر لحظه نشونش میده. کلمه جریان خیلی کلمه مهمیه. بعضیا فکر میکنن که خداوند هدایتش این شکلیه، مثل کلیده، یعنی الان آن بعد آف، الان آن آف. این باوری که بهتون گفتم جریان هدایت خداوند، یعنی اینجوری نیست که آن آف بشه. خداوند پیوسته ما آدمها رو داره هدایت میکنه. هر چقدر که باورمون قوی تر بشه، هدایت هایی که هر لحظه در زندگیمون داره اتفاق میفته رو بیشتر متوجه میشیم. همون جوری که خداوند انرژی اولیه ضربان قلب منو داره فراهم میکنه، همون خداوند داره هر لحظه هدایت هاشو وارد زندگی من میکنه. یعنی اینجوری نیسته که خداوند الان هدایت کنه دیگه 6 ماه تو رو هدایت نکنه، نه، جریانی از هدایت وجود دارد که به میزانی که من باورم قوی میشود هدایت ها رو متوجه میشم. بارها گفتم هدایت ها میتونه یک ایده و فکر باشه، میتونه یک آدم جدید باشه، میتونه یک اتفاق باشه، میتونه یک چیز جدیدی باشه که مثلا تو از رادیو میشنوی، تلویزیون میشنوی، تو یک فیلمی میبینی، در یک موزیکی گوش میکنی. خداوند خداوند مسبب الاسباب است. خداوند یه سری وسیله ها رو جور میکنه، به واسطه اون وسایل تو رو هدایت میکنه، به واسطه اتفاقات، به واسطه نشانه ها، به واسطه ایده ها، به واسطه افکار. حالا باور رو بساز، ببین چه نتایج فوق العاده ای میگیری. یک بار دیگه تکرار کنم، باور چی بود؟ اون باور توحیدی این بود من خودم را به جریان هدایت خداوند می سپارم. ببینید یک کلمه شو براتون توضیح ندادم. می سپارم یعنی چی؟ ما زمانی که 6 ماهمون بود، 7 ماهمون بود، خودمونو به آغوش مادر می سپردیم. زمانی که در آغوش مادر می رفتیم در امن‌ترین نقطه جهان قرار داشتیم. زمانی که در آغوش مادر می رفتیم می دونستیم که مادری وجود دارد که محافظ ماست، مادری وجود دارد که نگهبان ماست، مادری وجود دارد که ثانیه ثانیه به ما فکر می کند. حالا باور تویدی و یک بار دیگه بگم، من خودم را به جریانه هدایت خداوند می سپارم، یعنی من خودمو به آغوش گرم خداوند می سپارم، و این خداوند خداوندی است که مرا در هر لحظه هدایت می کند. انقدر امروز لذت دارم میبرم از این جلسه که بذارید سومین باور تویدی هم بهت بگم. باور تویدی که خیلی کوتاهه ولی نتایج بی نظیر داره. اون باور تویدی چیه؟ یادداشت کن. پس سومین باور تویدی که در این جلسه هدیه دارم به تقدیم میکنم، اون باور اینه: من با خدام، خدام با منه. یکی از مهمترین علتهایی که شما در زندگی به نتایج فوق‌العاده نمیرسی اینه که به شما گفتن خداوند فقط در آسمان است. تو بین خودت و خدات فاصله احساس میکنی، و تا زمانی که من بین خودم با
خدا فاصله احساس کنم، باور توحیدی قوی در من شکل نمیگیره. به خاطر همینی که خداوند بارها فرموده من از رگ گردن به تو نزدیکترم. این همون باوره، من با خدام، خدام با منه. این دو تا معنا داره. یک این که من فاصله ای با خدا ندارم و خدا هم فاصله ای با من نداره. خدا همین جاست، تو قلب خونه، تو عطر پاک گلای پون. خدا همین جاست، تو عطر بارون، تو چشم خیسه منو خیابون. خدا همین جاست، بین من و تو، ساده ی ساده، بین من و تو. خدا همین جاست، تو لحظه هامون، بین نماز احساس و بارون. خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست. دومی معناش اینه که من طرفدار خدام، من با خدام. یادتون میاد بچه بودیم میرفتیم بازی میکردیم، مثلا بازی زو میکردیم گروهی، همون اول میگفت فلانی با من، اون گروه روبرو میگفت اون یکی با من. این باور توحیدی میگه من با خدام، خدام با من. یعنی من و خدا توی یه تیمیم، خدا هم با من توی یه تیمه، من و خدا کنار همیم. و این باور، باور فوق‌العاده‌ایه که میتواند در زندگی نتایج بی‌نظیر برات ایجاد کنه. ازت میخوام که دونه دونه باورهای توحیدی که امروز دارم بهت منتقل میکنم و حتماً 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 ببری در تکنیک تسبیح و بقیه تکنیکایی که بهت یاد دادم و اجرا کنی. چهارمین باور توحیدی که میخوام بهت بگم یک باور توحیدی خیلی معروفه، همتون بلدین، ولی چون خیلی مهمه گفتم بهتون منتقل کنم. پس چهارمین باور، باوریه که خیلی معروفه. اون باور چیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. فارسیش ایراد نداره، عربی دوست نداری فارسیش. تنها تو را می پرستم و تنها از تو یاری می جویم. به خیلی مهمه. شما باورت اینه که فقط و فقط و فقط می تواند خدا کمکت کنه؟ اگر باورت اینه، چرا میری مثلا دم فلان رئیس بانک رو ببینی، اینو ببینی، اونو ببینی، اینو ببینی؟ من فقط تو را می پرستم و تنها از تو یاری می جویم. زمانی که همه باورت این باشه که خدا قراره کمکت کنه، هدایت خداوند رو به راحتی متوجه میشی. و اینم یکی دیگه از باورهاییه که به شدت میتواند بهت کمک کنه. خب این زمانهایی که من داخل هولدینگ جلسات متعدد داشتم، خیلی از پیامها رو نگاه میکردم، با یک باور در تعداد خیلی کمی از آدمها روبرو شدم. چون جمعیت ما 1% میگم تعداد کم، اگر در سطح جامعه ببینید جمعیت خیلی زیادی میشه. خب اون باور چی بود؟ اون باور، باور عدم اعتماد به دیگران. یعنی ما داخل هولدینگمون پروژه‌های مختلف سرمایه گذاری داشتیم که الان دیگه داخل هولدینگ هیچ جلسه جدیدی برای سرمایه گذاری پروژه‌های مختلف قبول نمی‌کنیم و دیگه تموم شده. دیگه به هیچ وجه نفر جدیدی هم نخواهیم گرفت. باز پیام ندید، قرار نیست نفر جدید دیگه بگیریم. خب میخوام یک باور رو منتقل کنم. من میدیدم آدمایی که
مثلا میخواستن هزینه کمتری سرمایه گذاری کنن، سوالهای عجیب غریب میپرسیدن، عدم اعتماد داشتن به شرکت‌های مختلفی که توی کشور وجود داره. و مثال میزنم، اونی که میخواست 50 میلیون سرمایه گذاری کنه با اونی که میخواست 5 میلیارد سرمایه گذاری کنه، ببین هر دوتاشون پولی که میخواستن سرمایه گذاری کنن همه یه پول زندگیشون بود. اون 50 میلیونیه میگه من فقط 50 میلیون دارم، 5 میلیاردیه میگه من فقط 5 میلیارد دارم. ولی نکته اینجا بود، هر چقدر که اون عدد کوچکتر میشد، از سوالها متوجه میشدیم که آدما عدم اعتماد دارن به دیگران، به شرکتها. خب آدمی که به دیگران اعتماد نداشته باشه، جهان آینه رفتارهای ماست. یعنی اگر من به دیگران اعتماد نداشته باشم، به همه آدما بی اعتماد باشم، آدما هم به من بی اعتمادن. خب این ریشش از کجاست؟ چرا من به دیگران بی اعتمادم؟ ریشش یکیش خاطرات ماست. یعنی در زندگی ما یک سری اتفاق افتاده که آدم هایی در حق موند اومدن یه سری کار انجام دادن، ما فکر میکنیم که اون آدم اومده در حقم این کار بد انجام داده، در حالی که قوانین جهان چی میگه؟ میگه که آن چیزی که تو در درون داری در جهان بیرونت اتفاق میافته. یعنی شما یه چیزی در درون داری، یک فکری داری، یک پیوستگی داری، اون چیزی که در درونت داری در جهان بیرون اتفاق میافته. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بهت بگم که تو چون به خودت اعتماد نداری، آدم ها هم بهت اعتماد ندارن. چرا به خودت اعتماد نداری؟ مثال میزنم، در کودکی اتفاق افتاده تا 12 سالگی، تو خواستی یه کاری رو انجام بدی، گند زدی، مامان اومده بهت گفته من دیگه به تو اعتماد نمی کنم که کاری رو بهت بسپرم، و از اون زمان نسبت به خودت عدم اعتماد داری. چون به خودت عدم اعتماد داری، نسبت به دیگران هم عدم اعتماد داری، و آدم ها هم نسبت به تو عدم اعتماد دارن. تو هر فروشگاهی بزنی، هر محصولی رو پرزنت کنی، هر کسب و کاری داشته باشی، هیچ کس حرف تو رو قبول نداره. حالا تو باید این باور رو در خودت بسازی. من چجوری این باور رو در خودم بسازم که من به خودم اعتماد دارم؟ برو یک لیستی تهیه کن از کارهایی که در زندگیت انجام دادی و اون کارها رو پرفکت انجام دادی، اون کارها رو دقیق انجام دادی، اون کارها رو کامل انجام دادی، اون کارها رو درست انجام دادی. هر چقدر بیشتر بنویسی و 21 روز هر روز با خودت تکرار کنی، بیشتر به خودت اعتماد میکنی. و این یک قانون، قانون خیلی مهمیه. من یه دونه مثال دیگه بزنم. آدمایی که اعتماد پایین دارن، یعنی عدم اعتماد به دیگران دارن، فاصله بین ایمان و کفرشون یه کوچولوه، خیلی کمه فاصله ایمان تا کفرشون. من توی پیاما داشتم میدیدم یه عزیزی اومده بود چند ماه پیش، یه دوره ما رو شرکت کرده بود، اینو چند ماه پیش دیده بودم به صورت اتفاقی توی پیاما. چند ماه پیش توی دوره ما شرکت کرده بود، پنجشنبه یک مبلغ یا دوره، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم دوره پلاس ما، پولسازی پلاس، دوره قدیم من بود، اومده بود شرکت کرده بود. پنجشنبه مثلا ساعت نمیدونم 6-7 بعد از او اومده بود، اون رسیدش رو فرستاده بود، در ادامش نوشته بود که به استاد سلام برسونید، من عاشق استاد هستم، با پیج استاد و استوریای زندگیم تغییر کرده، استاد دستانی از دستان خداوند است، اینا رو نوشته بود. خب روز جمعه کارمندهای من تعطیلند، خب اون بندهای خدا هم روزهای تعطیل رسمی تعطیلند. روز شنبه چون تعداد زیادی پیام از روز پنجشنبه و جمعه میمونه، زمان میبره که برسه به پیام اون بنده خدا که جواب داده بشه. خب طرف ساعت 2 بعد از ظهر پیام فرستاد، 2 بعد از ظهر شنبه، هنوز به جواب پیامش نرسیده بودن بچه‌ها، از پایین جواب میدن به سمت بالا میان. طرف پیام فرستاده بود که اگر
تا نیم ساعت آینده جواب پیام منو ندی ازت شکایت میکنم. همه تون دزدید سر و ته یه کرباسید، با هم دیگه فرقی نمی کنید. ببین پنجشنبه میگه من عاشقتم، شنبه میگه همه تون سر و ته یه کرباسید. ببین این آدم فاصله بین ایمان و کفرش خیلی کمه. علت چیه؟ این آدم عدم اعتماد به دیگران داره. چرا عدم اعتماد به دیگران داره؟ چون عدم اعتماد به خودشو داره. اینم یه نکته دیگه بود که خواستم بهتون منتقل کنم، راه حلشم بهتون گفتم، امیدوارم که این مطلبم در خودت بسازی و پیوسته تکرار کنی. خب پویا جان 30 و خوردی دقیقه فلانه اومدم صحبت کردم، حتما به من یادآوری کن برای عزیزان حدود 1 ماه دیگه 1 جلسه هدیه دیگه هم ضبط کنم. فقط یه نکته باقی مونده، ما قرار بود چیکار کنیم؟ 1 نفر رو انتخاب کنیم توی 3 ماه به درآمد 100 میلیونی برسونیمش. الوعد وفا، میخوایم این کار رو انجام بدیم. خب برای اینکه این کار رو انجام بدیم عزیزان دلم، شما باید یه کاری کنید، اسم و فامیلتون، نام شهرتون و پیج اینستاتون رو به شماره 0912-370-2022 در تلگرام ارسال کنید. پس اسم و فامیل، شهر و پیج. جان شغلشون هم راست میگید، شغلتون هم ارسال کنید. ما دونه دونه پیج ها و شغل هایی که ارسال میشه رو دونه دونه بررسی میکنیم، بعد میخوام به صورت رندوم این کار انجام بشه. داخل همین کانال نفر به صورت رندوم یه نفر رو انتخاب میکنیم و داخل همین کانال معرفیش میکنیم، یه مکالمه ای باش میایم میگیریم، اون مکالمه رو میتونیم داخل کانال بذاریم، تاریخ میزنیم، 3 ماه بعد به درآمد 100 میلیونی میرسونیمش. حالا نکته اینجاست، ببین نکته جذاب اینجاست، هر کاری که اون آدم توی 3 ماه میکنه برای اینکه به درآمد 100 میلیونی برسه، کارهاشو میخوام با شما توی این کانال به اشتراک بذارم. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بهت بگم که همه شما عزیزان میتوانید درآمدهای 100 میلیونی، 500 میلیونی، 1 میلیاردی و 10 میلیاردی رو تجربه کنید، به شرطی که به دونه دونه نکاتی که من میگم توجه کنید. حالا من یه نفر رو انتخاب میکنم، اون نفر رو توی 3 ماه به درآمد 100 میلیونی میرسونم و گزارش کاریم که با این آدم انجام دادم و توی همین کانال براتون میذارم. یه خبر خوب دیگه هم دارم، پایان 3 ماه یه نفر دیگه هم انتخاب میکنم، میخوام که هر 3 ماه یه نفر رو به درآمد 100 میلیون برسونم و شما بدونید که با همین قوانینی که دارم بهتون آموزش میدم میتوانید زندگیتون رو تغییر بدید. خب اینم از اون درآمد 100 میلیون. پس نام خانوادگی، شغل، شهر و پیج اینستاتون رو به شماره 0912-370-2022 در تلگرام ارسال کنید. خب من یه تصمیم مهمی هم گرفتم، یه تصمیم خیلی خیلی مهم که امروز میخوام با شما عزیزانم به اشتراک بذارم. اون تصمیم مهمم اینه، من همیشه اومدم گفتم که درآمد من توی همه سالهای گذشته از آموزش به 10% کل درآمدم هم نمیرسیده، یعنی اصل درآمد من همیشه از کسب و کارهای دیگه هم بوده. من همیشه اعتقادم این بوده که از آموزش درآمدی برای خودم آنچنان نداشته باشم. حالا تصمیم مهمم چیه؟ تصمیم مهمم اینه، به عشق شما مردم نازنین، در سال 1402 هر فایل جدیدی که ضبط کنم، هر دوره جدیدی که ضبط کنم، هر محتوای جدیدی که ضبط کنم، به عشق شما مردم نازنین، همه محتواهای جدید محمد بصری همش رایگانه و رایگان تقدیم شما مردم نازنین میشه. فقط ازتون یه چیزی میخوام، از آموزش های رایگان زمانی که دارید استفاده میکنی، از آموزش های رایگان جدیدی که امروز هم یکی از همون آموزش هاست، لطفاً برای عاقبت به خیری هم من
هم خونوادم دعا کنید. این تنها خواسته من از شما مردم نازنینه و به عشق شما همه آموزش های جدید من رایگان 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 در سال 1402 خواهد بود. خدا رو شکر میکنم یک جلسه دیگه با شما مردم نازنینم صحبت کردم. ازتون میخوام باورهای توحیدی و نکاتی که بهتون گفتم و حتما 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 اجرا کنید. حتما ماه دیگه در ادامه این فایل هدیه یه فایل هدیه دیگه هم بهتون تقدیم میکنم توی دقیقا همین کانال. و همیشه گفتم بازم میگم افتخار من افتخار محمد بصیری نوکری شما مردم نازنینه، چون من اعتقاد دارم دونه دونه شما مردم نازنین دستانی از دستان خداوند هستید و من افتخار میکنم که بتونم با آموزشام تغییر مثبتی در زندگیتون ایجاد کنم. مثل همیشه دعا میکنم از آسمون براتون طلا بباره، از آسمون براتون آرامش و خوشبختی و شادی بباره، از آسمون براتون رابطه های پاک بباره، از آسمون براتون ثروت های حلال بباره. و تا سلامی دیگه همه شما مردم نازنین رو به خداوند منان میسپارم. همه لحظاتتون بهشت. هر جا برم تو با منی، واسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی